به نام خدا سلام عرض بکنم خدمت همه شما هموطنان عزیز و نازنین خود. امیدوارم که سالم و تندرست باشین. خوش اومدین به یکی دیگر از گزارش های ما از چینل آریانا تلویزیون و آریانا هرات. خرسندم که بازم در خدمت شما هستم و امروز اومدیم به ساحه کوچه گدام شهر هرات که در ساحه چارباغ این ولایت موقعیت داره. در کوچه گدام بیشتر لوازم قرطاسیه، کارت عروسی، شیرینوخوری، لوازم تحریر به فروش میرسه و از مکانهای قدیمی و تاریخی شهر هراته که با دکاندارا اینجا هم کلام میشه. ما بیشتر در مورد کوچه گدام امروز صحبت میکنیم. گزارش خود آغاز میکنیم از این فروشگاه لوازم تحریر و با این دوست خود هم کلام میشیم. سلام، روز بخیر. خوبه؟ علیکم خوبین. سعد من، وقت شما خوشه. خوش اومدید. زنده باشین. سلام باشین. نام شما؟ محمود. محمود جان، چند سال میشه این قرطاسیه فروشی داره؟ قرطاسیه فروشی تازه گرفتیم، نو گرفتیم، تقریبا 4-5 ماه میشه. بسیار خوب. چی لوازمی داریم؟ حساب کتاب چه قلم است، سرکون پاکون اینا است، حساب تزیینی جشن تولد است، مثلا بخش کتابا است، این چیزا است. مکاتب خود تعطیل شده که به خاطر سردی هوا و همگیری ویروس کرونا کاربار کمتر نکرده؟ کمتر بشده، ولی نظر به سابق که مشتری بیشتر بود ولی کمتر شده. سویدو معاملا بخویده هیچ ولی نیه. مشکلاتی که در کوچه گدام داریم کدام های هم؟ مشکلات همینه دیگه، لب کوچه مثلا کوچه سمیت شده نیه، خیلی از دست بارش که میشه به عذاب میشه، یعنی مشکلات هست دیگه. دیگه مشکل خاصی نیه دیگه. ما پیشتر دیدیم ازدام بود. یک ازدام مردم اندن که همین چرخ را تا جاده جمع میکنه، هم میان تو رو بام تایم کوچی گدام میان دیگه. ازدام اینا. تشکر از شما. موفق باشید. اوقات خوش. بخیر بمونید. خوش اومدید. خب با ما همراه باشید. یکی از دکانهای فروش کارت شدیم و در مورد انواع کارت‌های مجالس که در اینجا دارن تلاش میکنیم که صحبت بکنیم با برادر عزیز خود. برادر گرامی سلام، صبح بخیر. خوبی؟ خوبی. امتیاره هستیم جان شما. جاره بخیری. نام شما؟ محمد طیب هستم، از می کارمند چاپخانه انوری. طیب جان، چی نوع کارت‌های داریم، برای چی مراسم‌های داریم؟ مراسم دیگه، این مراسم هایی که به منجگار رواج از اون فاته دست گرفته، شیرنخوری، عروسی، نکابندونی، تار و سوزن، فرق نمی کنه. ختم قرآن، تولد، بنر، خداوند به حساب بیامرز هر که فوت میکنه، اعلان فوتی، هر چیزی که مشتری خواسته باشه. درسته. شما شاید ایت آمار بیتری به دست شما باشه، چون هم برای مراسم شادی می آین، هم برای مراسم غم. غم بیشتره فعلا به رادیو شادی؟ دیگه خدا شادی هم بده، شادی هم هست، شادی ها زیادتره نسبت به غم. خدا غم پیش نیاره ولی بدی ها. چی نوع کارت هایی داریم؟ عروسی ها چیگونه؟ چون تالارا بسته شد در شهر هرات، کمتر نشده؟ کمتر کوبه شده دیگه، حساب مشتری ها کمتر میان. بعضی که محفل اینا برگزار میشه، به خانه ها مردم برگزار میشه، ولی به خانه میگیرم. ولی ها زیادتر به خانه یا باخسرای چیزی دارم محفل اینا برگزار میشه. خب در مورد کارت هم صحبت کنیم، چی انواعی داره، قیمت های ناچیگونه یه که دوستان ما میبینم کارت ها در تصویر. دیگه کارت ها که هست، کارت ها از هر کمپنی هست، ایرانی، پاکستانی، به حساب هر مدل کارت هست. دیگه قیمت های هم قیمت ها مناسب از اون سری پی هست دیگه، تو هر قیمت که مشتری پسند کنه و دل بخواه باشه دیگه. تشکر از شما. خواهش میکنم. نیش. خب ما رو همراهی کنین. فروشه میشم. سلام، صبح بخیر. خوبین؟ سلام علیکم. بخ خوش تیاره هستید. زنده باشید. سلامت باشید. معرفی بکنین. سید جعفر هستم، یک تن از دکانداران لوازم تحریر در ایران. آقا جعفر، چند سال میشه در کوچه گدام کاروبار دارین؟ ما مدت 5-6 سال میشه اینجا دکاندار هستیم. چرا کوچه گدام میگن؟
ای از سابق اینجگا است که به حساب گودام بوده، گودام های چیز دولتی، ولی ها به اون حساب از اینجا بالی مونده دیگه کوچه گودام هی. در مورد کوچه گودام بیشتر صحبت بکنیم، به غیر لوازم تحریر چی دکان های دیگه به حساب؟ داخل کوچه خوب بیشتر لوازم تحریر کتاب فروشی، کتاب های دینی مثل قرآن شریف و انواع کتاب های دینی که به مدرسه هم چیز میشه. باز اینجا مارکت های هست، مثلا موره، دگمه، گل فروشی ها، اینا هم هست، خیاطی ها اینا هم هست. حالی کاروبار شما چگونه؟ فصل زمستان خب مکاتب هم تعطیل میشه اکثرا، امسال خب همگیری کرونا و سردی عوام هست و مکاتب تعطیل شد، امسال سال خوبی داشتیم یا نه؟ نه دیگه، متاسفانه میته که خود شما به جریان ویروس کرونا که در سطح جهانی شد، باز افغانستان هم چیز نموند از این مریضی، برو کار ما مخصوصا خیلی تاثیر گذاشت، چون تقریبا 5-6 ماه مکاتب تعطیل بود، شروع هم که شد 2-3 ماه بودک، به اون خاطر فکر کنم ضربه زیاده به حساب اقتصادی همی شغل ما خورده. بله، و مرزوم خواه اکثرا بند شد؟ مرزوم بنده، بله، یا مرزوم بنده، جنس هم بوده زیاد نمیره نمیایه، مثلا خیلی جنس هایی که قبلا تجار میرفتن میآوردن، ولی بعد مثلا از طریق تلفنی بخرن، باز او کرایه نابالینا بیشتر میفته و خلاصه جنسی هم که نیاز داره بوده فعلا نیه، بوده جنسی که خواسته باشیم مثلا فراون باشه، بغیر از جنس های ایرانی که ولی چون تمن ارزونه زیاد میارن. گفتنی پیشنهاده؟ تشکر از شما و تلویزیون خوب، شما تشکر زنده باشی. تشکر از شما، خدا کنه که از این شرایط بیرون بشیم و از این شرایط دیگه مگر منتظر باشیم، چون امروز نه تنها افغانستان بلکه جهان متاثر شده از ویروس کرونا و تبعات ویروس که به جا مانده. خدا کنه که در هر صورت در هر شرایط امنیت ما در جامعه خود داشته باشیم و نظم بهتر داشته باشیم تا شرایط ما رفته رفته بهتر بشه. خب همونطور که برادر ما گفتم در ساحه کوچه گودام شهر هرات کتاب فروشی هم هست که کتاب های علوم دینی بیشتر به فروش میرسه. خب تلاش میکنیم که اینجا هم صحبتی داشته باشیم با کتاب فروش ها و دیدگاه اونا رو هم بپرسیم. خب این برادر ما مصروف هم باشه، میریم به این چاپخانه و در مورد کارت های عروسی پرسان میکنیم از برادر خود. برادر عزیز سلام، صبح شما بخیر. خوب این سطمند بخیر، سطمند شما خوب و سلامت بخیر. مزایم کار شما خود نیم میشه که بیایم استاد چیم که راحتر بشه با شما صحبت بکنیم، اسم شما معرفی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، غلام حضرت امیری، مسئول بخش کارتا چاپخانه بسیار اسلامی. آقای امیری چند سال میشه که کار کارتر میکنه؟ کار کارت از وقتی که چاپخانه افتتاح شده تقریبا از 1376 کارت مجلس بوده دیگه تا بالی هم هست. فعلا خوب تالارا بسته در شهر هرات به خاطر ویروس کرونا، فصل زمستانه، کاروبار شما چگونه افت نکرده؟ بسیار تاثیر زیادی داره، اصلا کاروبار کارتا فعلا قدیم بود روز 4-5-6 دونه کارت داشتیم، حالا به یک هفته 4-5 دونه کارت نیه به خاطر تالارا. اما فکر نکنم به خاطر که ویروس کرونا که تالارا رو بسته کردن به خاطر زمستان که مشکل حل میشه. تالارا مثلا به خریدار هم یا دیگه از لوازم استفاده میکنم، فقط به خاطر ویروس کرونا. اگر شما نمی ویروس کرونا به خاطر که تالارا بسته باشه اصلا این جلوگیری یا وقایعی نمیشه به نظر من، به خاطر که شما داخل این کوچه مشاهده کنیم بیشتر از 300 نفر هم مالی هستم، یعنی رفت آمد دارم و میایم، فقط تالارا بسته شده یک مشکل کلانه به خاطر ما یکنی فعلا بزاز، خیاط، گلدوز، گلساز دیگه بیشتری همی کار کاسبی هم میفهم که مجلس باشه رب داره، اما فعلا بسته دیگه چیکار کنم. بله، این اقدام با انتقادات زیادی روبرو شده چنانچه برادر ما گفتن، حمام ها بازه فعلا در شهر هرات، اکثرا سونا ها بازه، به مساجد برای ادای نماز مردم میرن،
میدان قشتیگیری روزا جمعه هست، همه تجمعات بر صورت می باشه، فقط تالارها بسته شده که خب قابل تحمل این مسئله و باید روی از این مکس کنم مسئولینی که در هراتن و در کابلن و بر صورت این مشکل حل بشه. چقدر زیانبار این مسئله برای کاروبار شما؟ چون معمولا در این ساحه، چون ساحه تجارتی کرایه ها بالای حالا شما پول برق بده و شاگرد داریم و این حرفا، ضرر به یعنی ایته کسی نمیگه که کم باشه، یعنی خیلی زیاده. مثلا پول برق هست، کرایه هست، پول شاگرد هست، مصرف کارت ما مثلا پیش خرید میکنه میاریم، کارت مثلا از ایران میاد، از پاکستان میاد، قیمت از اون هم بالا شده. ما نشده که این کارت خوب بفروشیم به سال دیگه کارت جدیدتر بیاریم یا دیگه چیزی. خیلی ضرر زیان یک کس به مونیه، فقط داخل می جاده بشیم مثلا می مرکزای تجارتی بریم، اصلا کاروبار نی هم شیشتی هم دیگه، هم اقتصاد مشکل داره دیگه، برای همه قشر جامعه. یک کارت فروشی نیه، بزازی، گلدوزی، خیاطی، شیرین فروشی، هر کدوم که حساب کنیم میگه پا هسته. از گله و شکایت که دور بشیم، در مورد کارت ها کمی صحبت بکنیم. چی مدل کارت ها داریم؟ از چند شروع میشه تا چنده؟ فعلا همین کارت ها ما که هست از 100 افغانی داریم تا 215 افغانی دیگه. معمولا هر کس اندازه توان خود میبره. کارت عروسی هست، ختم قرآن، تولد دیگه، شیرین خوری، هر رقم کارتی هست دیگه. یعنی از 100 افغانی هست تا 15. باز اگر مثلا کارتا گرانتر هم واسه باشه میتونیم برینا تهیه کنیم یا تیار کنیم که فلان کو کار نداریم. بله، در بس و معافل میبینیم که کارتای دم خانه میای که آدم تعجب میکنه، کارتای خیلی مفشنه که خیلی رو از او هزینه شده. شما هم چنین کارتای داریم و از طرف فکر میکنیم نیازه در یک جامعه فقیری مثل افغانستان که حالا بیش از 60% ما زیر خط فقرن و درآمد سرانه روزانه مردم هرات و حالا افغانستان در مجموع طبق آخرین آماری که نشر شده روزانه $2، چنین چشم و همچشمی های زیادی در جامعه ما باشه؟ چشم و همچشمی بسیار زیاده. حتی کارت میارم که بالاتر از $5 $10. ما کارت مثلا داریم گران تا 30 افغانی هست کارت، اما اینا میگم از این گرانتر کارت بدیم. مثلا میرم از ایران برای خود چاپ میکنم، کشور ما که هم مرز با ایران، از مشهد زود میشه روز سفارش میدم شو میارن کارتا خود توزی. کارتایی که شما مثلا میبینیم بیشترکی از اینا دیزاین به اینج میشه، اما میرم به ایران چاپ میکنم میارم توزی میکنم، که حتی چاپ هم نداره، بالای $5 $10 $7 هم کارت. 300 افغانی یا 400 افغانی؟ 400 افغانی. در حالی که ما در مصاحبه های ما شما دیدیم که یک کارگر در این جاده لیلامی ها کوچه گدام میگه من رو 100 افغانی درآمد دارم. یعنی یک کارت مزد 4 روز یک فرده که شما محاسبه بکنیم چقدر این فاجعه بار در جامعه ما. و فکر میکنیم ما کی میتونیم از این جل فاصله بگیریم؟ هر وقت که چشم هم چشمی ها دور باشه، من فکر میکنم از این چیز دور باشیم. به خاطر اعمال دوستا خود میام میگم کار آقای امیری برای ما کارت بده، میگم خب برو رشته کارت ما، یعنی اینا نه گران، میگم برو کارت کارت فرق نداره. رسم و رواج قدیم و قبلا بوده، مثلا کشورهای خارج دارم کارت مجلس، یک دوست خود تا 10 سال اونو آلبوم دارم نگاه میدارم، اما ما که نمیتونیم نگاه داریم، پرتر میدیم دور میندازونه دیگه. بعضی فامیل هستم نظر به اقتصاد خو میخسونم، مثل کارت یکی نمیرم تالار میگم شیرینی بیار، مثلا غذا گرانتر که یک قوری به 900، یکی میگه از ما درجه یک بیار به 1900 بیار، مثلا میوه چند رقم بیار، میوه خشک بیار دیگه. او باز نظر به مو فامیلا و اقتصادایی که دارم دیگه خود نبیتر میفهم. برقام برف آقای امیری، ما همیشه گزارش ها و ما هر جا میریم برقام میره یا میایه که این موزل برقم درد سر شده. تشکر آقای امیری، خود من شما رو حفظ بکنه و کاروبار شما همیشه پر رونق باشه. تشکر که با ما هم کلام شد. تشکر از شما، از شبکه خوب شما. تشکر، با ما همراه باشید. خب دوستای عزیز، به این کتاب فروشی هم سر میزنیم و با برادر خود هم کلام میشیم. سلام، صبح بخیر، خوب این بخیری؟ خوب تراتیم، خیر خیر، عطر شما خیرته. نام شما؟ محمد داود عزیزی، یک کتاب فروشی کوچه گودام. آقای عزیزی چی کتابایی داره؟
ما زیادتر کتابای مکتب داریم، از صنف اول تا صنف 12 و کتابای انگلیسی پشت کنکوری، فرمای کنکوری هم داریم. مکاتب و دانشگاه تعطیل شده، رو کار شما تاثیر گذاشته؟ چرا، بله، تاثیر زیادی هم بگذاشته، به خاطر که کاروبار ما با این کتاب مکتب، وقتی که مکاتب تعطیل شده باشه پس کاروبار ما بخوابیده، به این واسطه فعلا خیلی بازار ضعیف معلوم میشه. کتابای مکتبی که شما داریم از کجا میای بیشتر؟ اینا بیشتر خب عمده فروشا خب میرم از پاکستان چاپ میکنم، خب باز ما میتونیم که از کابل هم آماده کنیم، چون اینا کتابای سیاه‌سفیده، یعنی چاپ اصلی رنگه دست اول نمی باشه، همین چاپ دوم می باشه، چون روال بازار هم همینای ما همینا رو به بازار توزیع میکنه، برای کورسای خصوصی باشه، مکاتب خصوصی باشه، مکاتب دولتی همینا رو میبرن، فقط چاپ سیاه‌سفید. تشکر از شما. خواهش میکنم. تشکر از شما. ممنون شما. خب در مورد کتاب فروشی هم معلومات گرفتیم. اینجا اگه جی کاکای داریم که شیرین کلام هم. سلام، خوبه؟ یمنی داریم شما نمخدا. سلامت باشیم. اسم شما چیه؟ اسم خور بگیم. یک وانگ پخش میکنم شما. میگه قلب پژمرده من هر دم گرفتار توست، لحظه لحظه دم بدم مشتاق دیدار توست، منم دلتنگ رویت دلم آید بسویت، چی کردی با دل من که کرده آرزویت، از همگان جدا شدم از تو جدا نمیشوم، گر بکشی زنده کنی من بی وفا نمیشوم، چرا دنیا نمیداند که من سلطان غمهایم، بیا ایار با من باش که تنهی تنهایم. به به، اسم شما چی بود؟ اسم براد اسم نگردیم. و براد اسم نگردیم. خب بسکوت نندازن که مقصدی که من میکشم به فامیلی ها رو یک خوبه. تشکر. شعر زیبای دکلمه کردن ایجی ماما. همچنان به کوچه گدام شهر هرات هستیم، جایی که محل فروش قرطاسیه و یکی از مراکز تجارتی در شهر هرات. طوری که میبینیم خیلی از چاپخانه ها در این ساحه موقعیت داره و واقع شده و شهروندان هرات برای رفع نیازمندی های خود و چیزایی که لازم دارن میآیند به این ساحه و اونا رو تهیه میکنن. خب با برادر خواهم هم کلام بشیم. سلام، روز بخیر. خوبین؟ صحتمندین؟ خوبه. خوبه، شما بخیر. عاقبت بخیر. که راستین سلامتین. زنده باشین. سلام. ایشته میت ساکت ششته بودی. دیگه صبح وقت دیگه هوا خنورتی پاره بار نیه. ظاهرا نیه دیگه، من چون هست یا نه؟ چون که مکتب هم رخصت پانت، نه رخصت کاروبار مکان ضعیف تر است. چند کرایه میدیم از دکان؟ کرایه 12000. در مورد کوچه کدام که معلومات بدیم، چی مراکز بیشتر اینجا، فروشات در کدام فصول بیشتره؟ بیشتر اینجا که هست چاپخانه گل فروشی دیگه، قرطاسیه فروشی دیگه، کاروبار ما که هست فقط سر ساله که امسال متاسفانه کرونا شد و کمی سویدا ما کمی لطمه دار شد و مکاتب هم تعطیل شد. بله. شما چی داریم بیشتر اینجا؟ کتاب هم داریم؟ قرطاسیه بیشتر، کاروبار هم بیشتر قرطاسیه، رو بخش قرطاسیه کتاب زیاد ندارین. تشکر از شما. خواهش ممنون شما. تشکر که گزارش شما رو دنبال کردین از ساحه کوچه گدام. خدا کنه که دوست داشته باشین و پسند کرده باشیم. جاده کوچه گدام رو برای شما معرفی کردیم. ممنون که با ما همراه هستید و باشه با این برادر خواهم صحبت بکنیم که اینا خود اینا متقاضی شدن. اسم شما؟ سلام علیکم. اسمم عبدالظاهر هست و عبدالظاهر ولد علی محمد. بسیار خوب. عبدالظاهر جان چی میفروشیم؟ مورد چشمک میگم اینا؟ بله، یا بزینو میگم مورد چشمک، رو از اینا آیت هم ثبت شده، یک عدلزی دا نظر. بعد اینا رو میبریم بین همین شهروندا تقسیم میکنیم، انشالله که یک چیزی هم گیرمون میاد. خوب است، خداوند شکر روزی ما سپری میشه. همیت در بازار در گشت و گذاریم؟ بله، ما جای معینی نداریم، ترا میریم باز از اینجا همکارای داریم آماده میکنم، ما میبریم بازار میفروشیم. چقدر مقبوله؟ ببینیم با چی ظرافت کار شده. این تولید کجا است؟ اینا اگر راست بورس اینا کار ایرانه. بله ها، اینجا اومده میشه میارم اینجا و بعد ما در بازار برای مردم پخش میکنیم. اینا رو دونه چند میدیم؟ اینا میفته که برای خود ما دونه 70 روپیه، باز بم 100 هم بشود میدیم، بم 90 هم بشود دیگه بستگی داره دیگه. اینا رو چند میدیم؟ اینا میفته چارغول دیگه. اینا چارغول شریفه. بله، مکی شریف، مدینی شریف هم هست. اینا رو میدیم دونه 70 60 برای ما میدم، باز ما به 90 80 هم میتونه یک 20 به ما میمونه، باز ما میده. روز چند درآمد داره دیگه؟ دقیقاً برخورد نداره، 4 ساعت 5 ساعت 2 ساعت
خوبه رو هم رفته، خیلی خوبه. تشکر، ممنون شما. تشکر شما. باشم. تشکر از همه بیننده‌های عزیز که ما را همراهی کردند و گزارش ما را از سایه کوچه گودام دنبال کردند. خدا کنه لذت برده باشیم. برای ما لطفاً کامنت بگذاریم، گزارش‌ها را با دوستای خود شیر بکنیم تا که ما بتونیم گزارش‌های بیشتری و با انگیزه خیلی قوی‌تر برای شما گزارش تهیه بکنیم. ممنون که با ما همراه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.